از مرکز با ما تماس گرفتن، گفتن یه فرد ناشناسی به پلیس 110 زنگ زده و خبر یه بمب‌گذاری برای امشب داده. بمب‌گذاری؟ یه گروگانگیری و بمب‌گذاری اعلام شده. متوجه شدین؟ احسان به بقیه بگو بیان اونجا. خبر سرمون؟ دو چهار نفر دیدیم که مسلم هستن. وضعیت گروگانا چطوره؟ نداری چی؟ تکمیل کردم آماده است. شهرام تو اتاق. صدفان اسدی میخواد از بازجویی کنه. نه من خودم ازش بازجویی میکنم. فقط به رضا بگو بیاد اینجا منتظر من بشه. خب سریع بگو. گفتن حرف بزن. نفکش چی کار میکردی؟ ها؟ گفتم من فقط پول گرفتم که اون نفکش جا به جا کنم. که کجا ببری؟ من چیزی نمیدونم، بدونم هم نمیگم. ببین من هر روز با آدمای مثل تو سر کار دارم. تو اینجا تو لجنی، تو لجن. من فقط راننده بودم. ببین ما میدونیم که اون بمبو تو خودت وز کردی، هم اثر انگشت دینه میگه، هم رفیق زنده مونده که اعتراف کرده. جرمت هم که خیلی سنگینه، حکمش هم که خوب میدونی چیه. ما اینجا اونقدرم که تو فکر میکنی وقتی اضافه نداریم. بگو اون بمب کجا قراره بود منفجر شه. بگو. ببین
تو چه جور جونوری هستی ها؟ هیچ میدونی این همه سوخت اگه تو اون تانکر نفت میرفت توی محله مسکونی منفجر میشد یک عالمه زن و بچه بی گناه میمردن؟ تو زن داری؟ بچه داری؟ ناموس میدونی چیه؟ مملکت میدونی چیه؟ خانواده میدونی چیه؟ یه وقت خسته میشه آدم از هیچی بودن هر نصفه بودن باید این کار رو تموم میکردم تو میدونی تهش یعنی چی؟ میدونی وقتی با 1000 تا آرزو با 200 سرعت میخوری تو دیوار یعنی چی؟ زندگی من شده همش دیوار من همیشه باختم خودم عهد کردم که این دفعه رو ببرم من حالم از تو بدتره رضا ولی راهش این نیست همین فقط بذار برم تو رو خدا بذار برم چرا نمیفهمی؟ اون نباید از ضعف ما استفاده کنه نباید حالت رو اینجوری ببینه چرا نمیره ها؟ چرا ضعف نداریم ها؟ چرا نمیفهمی؟ مسی مرده مسی شهید شده رضا شهید شده اگه اون این کار نمی کردی یک حالم آدم بیگناه میمردن آرمان خودم ریم خوشم ما تو مأموریت میفهمی؟ مسلط باش به خودت اگه نتونیم ازش اعتراف بگیری مرگ مسیح بیدلی بوده خدا
Okay. See you soon. Bye. زنی به نام نیکی در ارتباط بوده، از اونم پول میگرفته. با بقیه گروه هم در ارتباط نبوده. تو حالت بهتر شد؟ از این زن نیکی چی میدونه؟ هر کی از آدم خیلی باهوشی بوده، هیچ ردی از خودش باقی نذاشته. چرا نفکشو داشته میبرده فرودگاه؟ نفکشو داشته میبرده جایگاه سوخت فرودگاه، کلی هم مدارک که جعلی هم داشته. بالا نفکش هم سوخت هواپیما بوده. اینو ببرش برای چهره نگاری، باید بفهمیم زن کیه. سرگرد، خیلی دلم گرفته، اینم فقط میتونم به تو بگم. خودتو جمع جور کن، نباید ما اینجوری ببینه. سلام سرگرد. سلام قربان. سرگرد، الان از سفارت بلژیک تماس گرفتن، اعلام کردن که سفر آقای نایجل بیر حتمی شده. تو نگرانی همه ما از اینه که این بمبگذاری ها و حرکت های تروریستی هنوز تموم نشده. قربان مرد مزد، شاننده نفکش بازجویی کردم، داشت میرفت به سمت فرودگاه. فرودگاه مهرآباد؟ بله. فکر میکنی به اومدن آقای نایجل ربطی داشته باشه؟ متاسفانه بله. کی پشت این قضیه سرگرد؟ سری باید این رو بفهمی، تمام عوامل اونا باید دستگیر بشن. متشکرم. الو، سلام. سلام، خوبی؟ آره خوبم عزیزم، تو خوبی؟ منم خوبم. ریحانه چند بار از خواب پریده، میگه تا به بابام شب بخیر نگم خوابم نمیبره. گوشی رو بده بهش. باشه، شب بخیر. شب بخیر. بیا عزیزم. سلام بابا. سلام عزیز دلم، خوبی بابا؟ بابا
چرا همش نمیای پیش ما؟ بابا یه خود کار داره عزیزم، بهت قول میدم زود بیام خونه. قول برام قصه میگی بخوابم؟ آره عزیزم، یکی بود یکی نبود. سلام. ورودش به ایران قطعی شده. تا کی میمونه؟ سفرش که 4 روزه بوده، مگه اینکه تو مجبورش کنی که زودتر برگرده. تونستی هویتش پیدا کنی؟ هنوز نه، احتمالا هویتش جعلیه. باید عکس به تمام واحدها، ایستگاه‌های قطار یا حتی فرودگاه بدی. با واحد چک خونسا صحبت کردم، با اونی که تو ماشین کار گذاشته شده بوده از همون جنسی با اون قطار بود. من فکر میکنم که فدیه هم مثل شهرام برای این زنه کار کنم. رضا
ساعت 7 اتوبان چمران تحت پوشش کامل باشه. ممنون میشم از همکاریتون. متشکرم. سامن، اوضاع چطوره؟ فعلا همه چی آرومه، مشکلم نداره. راننده کامیون، آقا اینجا چرا ایستادی؟ لامصب خراب شده، حرکت نمیکنه. آقا اینجا پشت چه ترافیک کردی؟ اینجا جای ایستادنه، اینجا ایستادن ممنوعه. میفهمم ممنوعه، میگم موترم خرابه، باید زنگ بزنم میستری بیای جورش کنه. برو تراش بنداز. صبر کن، تلاشی کنم سلفی بزنم ببینم چالان میشه یا نه.
بله. میخواستم ببینم کارا درست پیش میره یا نه. کارم تموم شد بهت زنگ زنم. پیش رو از ما جداش این سریع‌تر برای استقبال برسید خونه. جناب سرگرد. بله. تو موقعیت 10:25 مورد 14 داریم، دستور چیه؟ تمام واحدها تغییر مسیر به موقعیت جایگزین. واحد یک به مرکز، ما توی مسیر جایگزین هستیم، لطفا تمام چراغ‌های راهنمای مسیر ثبت بشه.
بله فرهادم. میدونم. یه ماشین تو مسیر اسکورت از روی پل افتاد، بعدش هم احتمالاً یه تصادف خیلی شدید میشه که فکر کنم اسکورت مجبور شه مسیرشو عوض کنه. ببینم داوودو به جای من آوردی؟ شما نقشه همه چی رو داشتین جز این که من به این راحتی ها نمیبیرم. چی میخوای؟ خفه شو. یه فرد ناشناس با 110 تماس گرفته در مورد یک بمب‌گذاری. فایل صوتیش همین الان به دست ما رسیده. سریع اجراش کن. شما دنبال یه زنی میگردید که فکر میکنید بمب‌گذاری های اخیر مربوط به اونه. من آدرس اون زن رو بهتون میدم. شهرک غرب. چی نگاه میکنی؟ ایچی سرگردو برام بگیر. چشم برو بفرم. بله سرگرد. سلام. سلام قربان. یه تماسی ناشناس داشتیم درباره بمب‌گذاری. چه تماسی قربان؟ برو رو فایل دو الان برات پخشش میکنم. زنی میگردید که فکر میکنید بمب‌گذاری های اخیر مربوط به اونه. من آدرس اون زن رو بهتون میدم. شهرک غرب. کافیه نگشتم قربان. اگه اجازه بدین صدا رو برای مطابقت بفرستیم برای سیستم سام. بسیار خوب ترتیبشو میدم. من نتونستم از اونش. میدونم. چی میدونم؟ باید حضوری ببینمت. میگم یعنی چی که میدونم؟ یعنی هم که میشنوی حضوری بهت میگم. صدای اونه نیست که نفکشو لو داد. سریم به رضا بگو آماده بشه بیریم به این آدرس. بله سلام قربان. من همین الان سر نخی از زنی پیدا کردم که پشت این بمب‌گذاری هست. سرگرد میخوای چیکار بکنی؟ که اجازه بدیم من همین الان برم اونجا شاید بتونم دستگیرش کنم. باشه منو سرهنگی هایی رو در جریان بگذار. چشم قربان. چشم. خدا نگهدار. مرسی.